منیرو روانی‌پور جز مطرح‌ترین نویسنده‌های زن ایرانیه. اون در دهه 60 شمسی در فضای مردانه ادبیات داستانی ایران مطرح شد و آثارش که رنگ و بوی بومی داشت با استقبال مخاطب روبرو شد. اولین کتابش کنیزو رو سال 67 منتشر کرد. بعد از اون آثاری مثل رمان‌های اهل غرق، دل فولاد، کلی کنار آتش و مجموعه داستان‌های سیریا سیریا، زن در فرودگاه فرانکفورت و نازلی از اون منتشر شدند. هرچند چند سالی که از ایران مهاجرت کرده و در آمریکا ساکنه، اما همچنان نوشتن رو به شکل جدی دنبال می‌کنه. برنامه این هفته به دیدگاه‌ها، افکار و فعالیت‌های ادبی این نویسنده اختصاص داره. من آدم بسیار خوشبختی بودم به خاطر که در یه خانواده به دنیا اومدم که اصلا سختگیر نبودن، دوگم نبودن و بعد در کنار دریا 10 سال از زندگی چشمتو باز کنی رو به دریا، با آبی دریا و چهره به چهره واقعی طبیعت باشی، لمس کنی طبیعت رو. این به نظر من یکی از زیبایی‌های زندگی منه. چیز غنی، خاک حاصل خیزی بود برای من. خوزه اگه این داستان‌ها رو نمی‌نوشتم تجربه بردم. یکی باید در می‌اومد دیگه. یعنی یکی باید یه چیزایی می‌نوشت اون فضا. خب من شدم. قرعه فال به نام من دیوانه زدم. روستایی که توش به دنیا آمدم، جایی که توش به دنیا آمدم شاهکار بود از نظر طبیعت. باورها و اعتقادات مردم هم که سر جای خودشون هست. همه هر کدومشون یک قصه‌گوی تمام عیار بودن. به خصوص زنا، به خصوص مادر بزرگم، خالم. تو بوشهر می‌دونی که یه گل جاز، ولی هزار تا انجمن ادبی بود اون موقع. اولین دبیرستان پسرانه سعادت با دارالفنون، مثل اینکه یکی هست. یعنی این جای فرهنگی بود. همیشه یه جای فرهنگی بود واقعا. و آدم ها به جز قصه گویی یه جوری رو به دریا دارن. گستره دیدشون یه جور دیگه است. متفاوته. ممکنه فقیر باشن. اونجا معلم های بسیار خوبی بودن. تئاتر، شعرخانی، مثلا منوچهر آتشی بود، آقای آقایی بود، نمیدونم حسن برازجونی بود، مریم صابر بود، علی باباچایی بود. اوه، یه لشکری اومده بود از فارغ التحصیلای دانشگاه های خوب ایران و همه اینا هنرمند، شاعر، فهمیده و پر از ادبیات، پر از شعر، پر از هنر. خب اینا مثل خورشید میدرخشیدن و کمک میکردن و جلسات بود و خب من تو نمایشنامه مادر منوچهر آتشی 16 سالم بود بازی کردم. خب بعد خب موقع مرگ فروغ هم مثل بمب ترکید همه جا. خب تا این شاهش تا هزاران کیلومتر رفت و همه ما تحت تاثیر اینکه حالا ممکن تا دیروز اسمش رو نشنیده باشیم، ولی حالا میگم کی بوده که همه به طرف شعر، همه به طرف هنر، همه ببین فضا میطلبید و تو هم داستان داشتی. پدرت هم دائم از روستاها که می اومد برای تو شعر یه شاعری رو می آورد. سوغاتی بابای من برای من شعر بود. خود شاهنامه فردوسی رو حفظ بود. خود تو همچین بابایی داری، بعد می خواهی چه کاره بشی؟ بینه اون چار یه جایی باید درس کنه دیگه. بعد داستان می دیدی. حادثه، حوادث و این داستان ها و کتاب می خونی. من مثلا ما خانم مریم صابر که معلم کلاس 11 من بود شاهکار بود تأثیرش رو من. خب اون بود که واقعا کلی از کتابا رو اون به من معرفی کرد و من با اون وارد یه مرحله دیگه ای از ادبیات شدم. بعد خب تئاتر بود،
سایری رو شناختم. رفتم شیراز. وارد نمایشنامه خانی شدم. خیلی شدیدتر. خب حالا دیگه نمایشنامه های کلاسیک یونان، شکسپیر همینا هست. شعر و نمایشنامه و بعد وارد تهران میشی، میای آمریکا، بعد برمیگردی کار کودکان، بعد فیلمنامه نویسی و بعد فیلمنامه نویسی. یعنی آخری مرحله است که دیگه شروع میکنم به داستان نوشتن و بعد رمان نوشتن و اینا. یعنی آخرین پناهگاه، مثل این کونه بردی است که میره 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 تا میرسه به پناهگاه، اونجا میشینه. من اونجا نشستم. من به راحتی از اولش تصمیم گرفتم فقط از طریق نوشتن زندگی کنم. الانم دارم از طریق نوشتن زندگی میکنم. اولین داستانم جمعه خاکستری در گالیمار منتشرش کرد توی مجموعه و حق و تالیف هم اونجا گرفتم، ولی کار کودکان کردم یا هرچی. تصمیم گرفتم از روی نوشتن کار کنم، فقط از این طریق نون بخورم. یعنی به خودم گفتم اصلا مسخره است که غیر از این تقلا کنم و این کار رو ادامه دادم و فکر کنم میشه، خیلی هم راحت میشه. نور ما در قطره‌های آبی که از موهایش میچکد برق میزند، رنگش آبی است. مادر بزرگ میگوید آبی ها مهربانند. فردا صبح با بچه ها ستاره دریایی میچینیم. هر شب که او میآید فردایش کنار ساحل پر از گوش ماهی و ستاره میشود. صدای دیمنصور در آبادی پیچیده، تلسما زنها تلسما. صدای مادر گلپر جواب میدهد، گذاشتیم گذاشتیم. صدایش میلرزد، میترسد که مردها از دریا وا نگردند. صدای تمام زنهایی که جواب میدن میلرزد. مادر بزرگ به فکر پدر بزرگ نیست. دستهایش را به میلهای پنجره گرفته و نور ماه روی صورتش افتاده. مادر بزرگ همه حرفهای او را میفهمد. من فقط او را میبینم که دستش را به طرف ماه تکان تکان میدهد. باد صدای دیمنصور را در آبادی پخش میکند. مثل ناخداها داد میزند، مثل آن وقتی که دریا طوفانی میشود و همه چیز به هم میریزد. پیدایش نکرده، پیدایش نکرده. مادر بزرگ جواب میدهد، از پشت پنجره‌ها برین تو خونه هاتون، شاید از ما بترسه. من دو جور واقعا داستان دارم. یکی داستان‌های دریاییه. اون چه داستان؟ در کنار دریاست و مربوط به دریاست. ردخور نداره که فضا کاملا فضا رئالیسم جادویی است یا سورال. و یک جور راه دررویی تو این داستانا هست. تو راه دررو داری. داستانی که برمیگرده به مناطق کوهستانی و مناطق شرید تلخ سیاه، راه دررو نداره. هیچ کس پشت سرم نبود. مرد پشت باجه گفت عجله کنین، هواپیما می رود، و ساکم را بلند کرد تا روی ترازو بگذارد. مسافر همیشه باید 2-3 ساعت پیش از پرواز توی فرودگاه باشد. حواسم زیاد به حرفهای او نبود و به صدای زنی که می گفت مسافران پرواز 777 به مقصد من کجا بود؟ و او که پشت در شیشه فرودگاه ایستاده بود و برایم دست تکان می داد، از من چه میخواست؟ صورتش پیدا نبود. بلند بالا بود با شولای آبی رنگی که اندامش را میپوشاند. میدانستم که دارد چیزی میگوید. کلمات گنگش در ذهنم میپیچید. ساکم را از روی ترازو برداشتم و راه افتادم. مرد پشت باجه گفت کجا؟ نگاهش نکردم. رو به زن آبی پوش رفتم. هرچه به در شیشه ای نزدیکتر میشدم، او دور و دورتر میشد. می دانستم که صداها گاهی بعد از سالیان سال از زیر خاک بیرون می آیند و خودشان را به گوش کسی می رسانند که می خواهند. با خودم گفتم کسی یا کسانی به دنبال زیر خاکی
حتماً به او رسیدند و با میخ و شکش شبانه به چان تابوت زرینش افتادند تا طلاها را جدا کنند و در کیسه‌ای بگذارند و سوار بر شتر به آن سوی مرز بروند و شاهزاده شق شق شده را بفروشند. و حالا صدایم میزند تا بروم و پیش از آن که تک تک شود از او عکسی بگیرم. حالا حتی میتوانستم هم بازیهایم را ببینم که پای برهنه سر به دنبال هم میگذاشتند، یا قصرهای شنی را که ساخته بودیم، و حتی صدای مادرها را بشنوم که داد میزدن غروب خونه. چقدر دلم خواسته بود برای یک بار هم که شده بعد از تاریکی در میدانگاهی بمانم. خودم را میدیدم که مردد ایستادم، میدان از بچه ها خالی شده. نگاه میکنم به قصرهای شنی که ساخته شدن کنار ساحل تا موجها آرام آرام بیایند و اونها را ویران کنند. موجها را میفرستد تا تمام قصرها را خراب کند. و هر روز صبح وقتی خروس ها میخواندند، انگاری که ما را صدا بزنند، باز میرفتیم تا قصرهای ماسه‌ای را دوباره بسازیم، برج باروهای شنی. گفتم هر روز صبح ساختن بود و غروب ویرانی. من عادتم بود ساختن در کنار ویرانی، ویرانی در کنار ساختن. شاید علتش اینه که همه جا میتونم از صفر شروع کنم، یعنی از نوبادی. سخت تو مهاجرت کنی، بیا یه جایی که تقریبا غیر از روشنفکرهای جامعه کسی تو رو نمیشناسه، ولی و احساس نکنی که خب برای افسرده نشی، احساس نکنی پس چی شد گذشته من. و ولی همین ساختن این قصرهای شنی خیلی به من کمک کرده که هر جا برم فکر کنم که از چه چیزی، از این مسائلی که دوره برمه، چی رو میتونم بسازم. خب حالا ممکنه باد بیاد خرابش کنه، خب میاد، من جلو باد رو نمیتونم بگیرم، ولی میتونم بسازم. همینجور ببین، نگاه، یاد بگیرین که رو همونجا که میرین تو کارگاه بنویسین، جدا نکنین. برین تو قسمت کامنت ها، شروع کنین همونجا نوشتن، یه دور بخونینش، سعی کنین که این رابطه بین ذهن و دستتون رو هر چی سریع‌تر بکنین و فاصله رو کوتاه‌تر. فاصله بین ذهن و دست شما باید کم و کم و کم و کم بشه. اوکی، فعلا من اینجا همون خط اوله، خب؟ همون خط اوله. تو ایران بودم در 12 سال پیش و یه روز بلند شدم گفتم یعنی چی نشستن و همه اینقدر تو غربت خودشون تنها هستن؟ یا گفتم های کولیا، کارگاه داستان میسی کولیا، قرار بعدی کوچه عاشقان بیاین فلان، و نوشتم تو پرشین بلاد. واقعا 2 ساعت بیشتر طول نکشید، دیدم غلغله شده، همه اومدن چه خبره، چی جوریه، ما نبودیم 2 ساعت، چی شد، چی نشد، کلیا که ای کجا و فلان از یرفا، و بچه ها جمع شدن. این اولین گروه داستان نویسی کلیا بود. و بعد هر جا میرفتیم دیگه، میرفتیم پارک، میرفتیم گوشه خیابون، میرفتیم تو کوچه ها، میرفتیم رستوران ها، یه رستورانی هم ترسیدن ما رو راه ندادن، و هر جا میشد داستان میخونیم. و بعد دیگه مهاجرت کردم اومدم اینجا. وقتی شروع کردم همه میگفتن با آقا با ویلکون دیگه، با فیسبوک نمیشه کلاس را بندازی دیگه، تمومش کن دیگه، آخه حیف نیست تو نویسنده فلان بیسار مثلا وقت تو میذاری سر فیسبوک. من نمیفهمم، میشینم جلو خودم خبردار بایستم که من نویسنده جهان هستم، باید مثلا اصلا قورت بدم؟ من نیستم، من بازی میکنم با زندگی، با لحظه به لحظه های زندگی بازی کردم، و هیچی جدیتر از این بازی برای من نیست. اول از همه بهشون گفتم آقا اینجا استادی وجود نداره، اگه شما فکر میکنید من تو قوطی دربسته میکنم میذارم جلو شما جواب سوالاتون رو، اشتباه کردید. من خودم اومدم اینجا 1000 تا سوال دارم، شما باید جواب سوالای منو بدید. ولی به اینجا رسیدیم که میتونیم با هم کار کنیم.
کار کردیم، تموم شد، با کار کردیم. ما داستان نمیشیم، آدم بود که اصلا نمیدونست داستان چیه، داستان نمیشت. و بعد عباس معروفی هم قدمون خورد، ملکیادوس. بهش میگم ملکیادوس برای که کتاب میگیره تو کولش میره این شهر و این شهر کتاباشو عرضه میکنه، مثل ملکیادوس سلطان سنایی. اونم خب کمک کرد، گفت من کتابتو رو چاپ میکنم و میخوایم که جلد دوم هم منتشر کنیم. یعنی سالی یک کتاب داستان کولیا منتشر بشه عالیه. الان 267 صفحه هست و از 33 نفر داستان داره. من یه مقدمه نوشتم خب، و ملکیادوس این بار وقتی بساطت را در گوشه و کنار جهان پهن میکنی، میتوانی داستان کولیا را هم به مردمان ولایت دور و نزدیک نشان بدهی. ملکیادوس، جمع کردن کسانی که به یک زبان حرف میزنند و در سراسر جهان پراکندند کار ساده ای نبود، اما ما به کمک اینترنت با همه رفتارها و ذهنیت موروثی خود دور هم جمع شدیم و به جای اینکه کاسه چکنم دستمان بگیریم و از جفای روزگار بنالیم، داستان نوشتیم. فرض کن یه جادوگری سر راه من می اومد می گفت خانم جان شما 30 سال دیگه تو یه کشوری که کیلومترها فاصله داره با سرزمین خودت میشینی پشت یه میزی، بعد اتفاقی که میفته اینه با 60 نفر در سراسر دنیا، یکی شب، یکی غروب، یکی نصف شب، یکی کله سحر میشینی حرف میزنی و با هم رفیق میشین و با هم دوست میشین و از هم دیگه چیز یاد میگیرین. ببین فقط این رئالیسم جادوییه. فرض کن جلو مادر بزرگای ما رو میگرفتن که قصه هاشون رو نگم. این که الان من به تو گفتم قصه یه مادر بزرگ میتونه باشه. آخه بی انصافا برای چی جلو داستان رو میگیرین؟ اگر که جلو قصه گویی انسان رو گرفته بودن، انسان اینجا نبود. ما همچنان تو غار بودیم خب؟ در غار در یک سیستم یک طبقه توحیدی بودیم خب؟ و شما میخواید مانع بشین که من داستان ننویسم؟ میشه؟ اصلا میشه جلو منو بگیرین؟ میشه این جلو کله منو بگیرین؟ غیر ممکنه. کسی که 10 سال بلند شده هر روز صبحش دریا و زیبایی رو دیده چجوری میتونه تن بده به پلشتی؟ دست خودم نیست، نمیتونم تبعیت کنم، تو ذاتمه. من همیشه میان وهم و واقعیت موندم، از هر دو طرفش تغذیه کردم. از یه طرف باورهاست، مادر بزرگم که پری دریایی رو میدید، خودم که از مدرسه اومدم کیفمو انداختم دوون تو خونه، خب یکی از اونا، یکی از آبیا رو دیدم. از اون طرفم همزمان با فضای وهم‌آلود افسانه‌ها و باورها یه فضای سیاسی هم تو اونجا حاکم بود. بنابراین یه خط کاملا رئال بود و یه خط کاملا غیر رئال. اگه تو داستان من نگاه کنی الان هم اینجوریه. گاهی وقتا اصلا اینجا هم که اصلا من نمیدونم چی تخیل چی واقعی، برای مشخص نیست، نمیتونم تشخیص بدم کجا این مسئله رو من واقعا لمس کردم. من شب بود، 3:30 بود، تنها تو خونه صدا میشنوم. میگم این صدا چیه؟ کی اومده خونه منی وقتی شب؟ کسی پایینه؟ ببینم همه خواب. میگم آخه ولی من صدای خشخش دامن میشنوم. اینجاست. دیالوگای خودم یادمه. کی هستی تو؟ کسی اینجا بود؟ کیه؟ و
برگشتم پشت سرم و بعد شبحی رو میبینم، یه دست رو گردنش با لباس قدیم 1000 سال پیش، دستش اینجوری. گفت منو نمیشناسی؟ برای یک لحظه گفتم اگه دست تو رو گردنت برداری، دستش رو برمیداره، میگم رابعه تو هستی؟ و من رابعه بنت کعب رو میشناسم، با دست خونی، با گردن خونی. و بعد صداش که میگه از من بگو، از من بگو. اومدم پشت کامپیوتر نشستم، نوشتم امشب شبه رابعه تو خونه من بود. بعد نشستم فکر کردم که آخی این از 1000 سال با اون طرف اومده اینجا، اومده تو این شهر، اومده جایی که اصلا مأنوس نیست، اومده چی از من میخواد؟ چرا؟ چرا من؟ مگه من چه شباهتی با او دارم؟ و همینجور که رو دیوار فیسبوک می‌نویسم می‌بینم ای وای، او آخرین لحظه‌های حیاتش با گردن بریده رو دیوار حمومش آخرین شعراشو می‌نویسه. منم خیلی خواستم گردنمو بزنم، گردن همه ما رو خواستم بزنم، رگ همه ما رو خواستم بزنم، موفق نشدم. دست ما خونی، گردنمون خونی، ولی داریم می‌نویسیم. یا من دارم رو دیوار فیسبوک با تمام تقلام و هر روز می‌نویسم. ببین چجوری این قرن‌ها به هم مربوط میشن. اگه حارث برادر رابعه اینو ور می‌داره و رگ گردنشو میزنه و میذارتش تو، میندازتش تو حمام تا با خونش آخرین شعراشو بنویسه، ما هممون حارث داریم. حارث برادر همه ای ماست. حارث همین اینیه که اومد دفتر مجله‌ای رو تو پاریس منفجر میکنه و 4 تا آدمو که هم مخالف هر جور استبداد هست، هر نوع استبدادی، چه حاکم آقای سرکوزی باشه، چه اوباما باشه، چه بوش باشه، چه نمیدونم صدام حسین باشه، مخالف اصلا استبداد دیکتاتور، اینا رو از بین میبره. میدونی حارث تقلای خودش رو میکنه در طی این قرنها؟ الان که دیگه سر بریده رو دست میگیره و پشت دوربین جست میگیره، اما ما قرن 21 اینا موفق نمیشن و نشدن. این آخرین تقلاهای مذبوعانه این تفکر قرون وسطایی، این تفکر و این بنیادگراییه. نره مستانه. بعد از اونی با خودم گفتم علالا بزن برو تو بزرگ را و یه نره مستانه بکشم. رفتم، افتادم تو 215، پنجره دو طرف ماشین باز، راندم و نره زدم. وقتی خبردار شدم که دیدم دوره برم ماشین پلیسه و همه دارم بود میزنن و چراغاشون بلیپ بلیپ میکنه و بزرگ را بند بود، زدم کنار. پلیسی با احتیاط آمد جلو، گفت مشکل؟ گفتم ندارم. گفت پس چرا داد میزدی؟ گفتم آقای پلیس این نعره مستانه بود، داد نبود که. فوری دستگاهی در آورد و گفت نفس بکش، کشیدم. بعدش با یه دستگاه دیگه دست و پا و سر و گردن و پوزه که پامو آزمایش کردم. نه خیلی مست نبودم، حتی یه ذره الکل تو نفسم نبود. گفتم آقای پلیس من که گفتم نعره مستانه و توضیح دادم سال نو ماست و ما نعره مستانه میکشیم. گفت سالی چند بار از این نعره ها میکشیم؟ گفتم اجالتا سالی یه بار. گفت خدا را شکر که سالی یه دفعه است. و بعد شروع کرد که ماشین هم گشتن. نعره مستانه بر اساس یه خیالی پا گرفت، یعنی فکر کردم اگه برم تو بزرگای نعره، اگه یه نعره مستانه بکشم، اگه پلیس منو بگیره، اگه خب همش بر اساس اگر. بعد ورژن اولش رو نوشتم، یه پاراگراف بیشتر نبود تو فیسبوک و خب خیلی دیگه استقبال فراوونی شد، جوری که من هر پنجشنبه دیگه تیکه تیکه های نعره بستانه رو همینجوری می نوشتم. یعنی تماشاچی ها به قول معروف منو تشویق کردن ادامهش بدم. و واقعا راست حسینیش بخوای من اصلا نه هیچ وقت تو بزرگ رانندگی کردم و نه این که نره مستانه اصلا نمیدونم. الان که شما گفتی من دارم فکر میکنم چجوری نره مستانه میکشن. خب مثلا به سبک گل پایگانی، به سبک شجر، چجوری واقعا نمیدونم چه کار باید بکنم.
نه اصلا نمیدونم چه چه میشه نره مستانه؟ امان 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 این میشه نره مستانه؟ سیگار هم میکشی؟ گفتم بعد از نره مستانه سیگار میچسبه. گفت داروی چیزی مصرف میکنی؟ گفتم نه والا نره مستانه کار به این چیزا نداره. گفت حالا پیش روانشناس رفتی؟ گواهی نامه هم را گرفت نگاهی کرد و گفت باید همین حالا یه تست خون بریم. اگر معلوم شد که مست نیستی اون وقت باید یه روانشناس تصدیق کنه که حالت خوبه و میتونی رانندگی کنی. بعد شنیدم که به همکارش گفت یه چیزی زده که قاطی کرده و یه دراگ ناشناخته احتمالاً مال همون طرفای خودش. از اون بالا میاد یه دست مورچه، آخ یکیش تار میزنه و یکیش کمونچه، سبز کش میره ما صرفاش بزن جیره ما، یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما. خوبه؟ اینو میزنی به جای نره مستانه؟ نمیدونم به خدا اصلا این تخیل آدم یه کاری میکنه که خودت هم در مقابلش میمونی. کسی که نه تو بزرگراه رفته، نه درگیریش نوعش با پلیس نداشته و یه دفعه اینو میزنه، یه دفعه این تیکه از ذهنش میزنه بیرون. خودم هم نمیدونم چه میدونم. ولی باید ببینم نره مستانه رو چجوری میزنن، تمرین کنم، یاد بگیرم، یه دور برم بالاخره یه نره مستانه بزنیم.